بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. بیننده های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین. درس امروزی ما از آیه 74 سوره یونس علی نبینا علیه السلام شروع می گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاء قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح السحر
الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق ويحق الله الحق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم بیننده ها گرامی حالا می پردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده بسم الله الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل در آیات گذشته پروردگار نبوت حضرت نوح علیه السلام بیان کرد که خداوند یکتا حضرت نوح را به سوی قومش فرستاد. حضرت نوح علی نبینا علیه السلام 950 سال قوم خود را دعوت داد. بعد از دعوت دادن 50 سال کم 1000 سال، خدای یکتا به حضرت نوح علی نبینا علیه السلام وحی کرد که قومت دیگه برای تو ایمان نمیارد. حضرت نوح علیه السلام دعای بد کرد و تمام کفار از زمین برداشته شد و واقعه غرق شدن قوم نوح علیه السلام به وقوع پیوست و کسانی که در کشتی همراه با حضرت نوح علیه السلام نجات داده شدند دیگه همه متباقی غرق شدند. الله جل جلاله در آیات گذشته فرمود که ما جانشین کفار شما را گردانیدیم. مفسرین نشته می کنند که 80 نفر
از نوح علیه السلام و از فرزندانش از قومش در کشتی سوار شده بودند. اونمو 80 نفر بود که باز اینمین نفوس فعلی دنیا را تشکیل کردند. الله جل جلاله فرمود که من جانشین کفار شما را گردانیدم، کفار را برداشتم، شما را جانشینش گرداندم. بعد از این نسل حضرت نوح علیه السلام ادامه پیدا کرد، باز مردم به بیراه رفتن، باز به کفر و به شرک و به بدبختی گام برداشتن. قسمی که امروز دنیا پر از انسان هاست، اما تعداد اعظمی انسان ها کافر هستند. نفوس فعلی دنیا را اکثریتش را کفار تشکیل می دهند که اونمو اولادی حضرت نوح علیه السلام و اولادی 80 نفری که در کشتی بالا شده بودند از امو آمندن. قرآن کریم می فرماید که ثم بعثنا من بعده رسولا. بعد از حضرت نوح علیه السلام باز ادامه پیدا کرد سلسله نبوت. الله جل جلاله پیامبرای خود فرستاد. اینجا می فرماید که پس فرستاده ما بعد از نوح علیه السلام پیامبرانی را، رسولا پیامبرانی را، الی قومهم بسوی اقوامشان، فجاؤوهم بالبینات، پس آوردند نزدشان دلایل روشن. هیچ پیامبر بدون معجزه تشریف نیاورده. هر پیامبر برای اثبات نبوت خود دلیلی داشت. الله جل جلاله می فرماید که فجاؤوهم بالبینات، انبیا آمدن به اقوامشان با دلایل واضح. هر کدامش دلایلی به خصوص خدا داشت، برای یقین کردن به نبوتشان کاملا کافی بود. اما متاسفانه که عناد و بغض و عداوت فعلی که در دنیا هست در اون عصر هم وجود داشت. قرآن چی می فرماید؟ فما کانوا لیؤمنوا، پس نشدن که ایمان می آوردند، یعنی نپذیرفتند. پیامبران را، معجزه هایش را و رسالتشان را اقوام نپذیرفتند. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به، پس نشد که ایمان می آوردند به آنچه که او را قبلا کذبوا به، من قبل اون را قبلا تکذیب کرده بودند. نبوت حضرت نوح علیه السلام را تکذیب کرده بودند، توحید خدا را قبلا تکذیب کرده بودند. اقوام بعدی حضرت نوح علیه السلام که هم ما برای اونها پیامبران فرستادیم، اینها هم اینطور نشد که توحید خدا را میپذیرفتند، بلکه نپذیرفتند، به کفر خود ادامه دادند، به شرک خود ادامه دادند. الله اصول خدا بیان میکند. کسی که رسالت انبیای ما را نادیده بگیرد، کسی که معجزه های انبیا را نادیده بگیرد، کسی که حقایق را کوشش کند که نفهمد و به حقایق تسلیم نشود، قرآن چه می فرمد؟ کذالک نطبع على قلوب المعتدین، این چنین ما مهر می زنیم بر دل متجاوزان. هر انسانی که متجاوز قرار بگیرد گمراه می شود. ای اصول خدای یکتاست. ببین نطبع و ما مهر می زنیم، مهر زمان استفاده می شه که دیگه قابلیتی فهم نداشته باشد. قلبی که قابلیت فهم نداشته باشد به این معنا که مهر زده شده. مهر به معنی است که بند کرده شده، دیگه هیچ چیز وارد این قلب نمی شود. کسانی که حقایق را همیشه تکذیب کردند، همیشه از عناد کار گرفتند، انبیای گرامی را نپذیرفتند، قرآن میگه نطبع علی قلوب المعتدین. این روند کاری ما هست، این اصول ما هست که ما این چنین مهر میزنیم بر دلهای متجاوزان. کسی که متجاوز است ما همیشه مهر میزنیم که به گمراهیشان باقی بمانند. ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون الى فرعون و ملئه بآیاتنا. خدای یکتا سلسله نبوت ادامه میدهد. بعد از حضرت نوح علیه السلام، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت همین قسم لوط علیه السلام، حضرت ابراهیم، اینا همه کسایی بودن که بعد از حضرت نوح علیه السلام بودن، خصوصا قوم مدین. مدین به فرزندان حضرت نوح علیه السلام وصل می شود. همین قسم هود، صالح، اینا همه از خاندان حضرت نوح علیه السلام است. الله می فرماید که ما بعد از حضرت نوح به
اقوام بعدی که از بعد از حضرت نوح مانده بود ما انبیایشان را فرستادیم، اما تکذیب کردن آنچه را که قبلا تکذیب کرده بودند، بعدا هم تکذیب کردن که توحید خدا بود، رسالت انبیا بود. ما مهر نهادیم به قلبه های از اینها. حالا دیگه زمانه حضرت موسی و حضرت هارون خدا یکتا بیان می کند که از بنی اسرائیل است، که باز بنی اسرائیل قوم حضرت یعقوب علی نبینا و اولاده یعقوب علی نبینا است که از اولاده حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام است. حضرت هود و صالح و حضرت مدین اینها که هستند قبل از حضرت ابراهیم هستند، اونها به حضرت نوح نزدیکی می کنند. اما اینجا که قرآن میگه ثم بعثنا من بعدهم موسی، باز اشاره به قرن بعدی میکند و به قرنهای بعدی به دوره حضرت موسی علی نبینا که اولاده حضرت یعقوب است، که اولاده حضرت یعقوب حضرت یوسف، حضرت یوسف باز ادامه پیدا کرده بنی اسرائیل بزرگترین پیامبر با خود دارن، که قرآن میفرماید ثم بعثنا من بعدهم، بعد از انبیا، بعد از اقوام حضرت نوح علیه السلام، بعد از پیامبرانشان، ما فرستادیم بعد از ایشان موسی، حضرت موسی و هارون را به سوی مستبیری وقت زمان، متکبری وقت زمان و ظالمی وقت زمان و گمراهی وقت زمان، کی الی فرعون و ملئه بآیاتنا، به سوی فرعون و به سوی راهروان فرعون و سرداران فرعون، بی آیاتنا دست خالی ما نفرستادیم، بلکه بی آیاتنا ما با نشانه ها فرستادیم. به سوی فرعون و ملئه سرداران فرعون، سرداران قوم فرعون، بی آیاتنا با نشانه ها فرستادیم. خدای یکتا به حضرت موسی علی نبینا نه معجزه داده بود، نه معجزه. حضرت هارون هم همراه حضرت موسی پیامبر بود. البته معجزای حضرت موسی معجزای حضرت هارون هم به حساب می رود. چرا؟ هر دویش یک جا پیامبری را به دست گرفت، هر دویشان یک جا دعوت آغاز کردند. فاصله زمانی نداشت که به هر کدامی از او معجزه می داد. الله نو معجزه داده به حضرت موسی که حضرت هارون هم همراهش بود و حضرت هارون هم پیامبر است. میگه ما موسی علی نبینا و هارون علی نبینا علیه السلام را به سوی فرعون و سردارانش فرستادیم، مگر با نشانه های واضح. مگر چی کار کردن فرعون؟ فاستکبروا، تکبر کردند. نشانه های حضرت موسی علی نبینا مبنی بر نبوتش دلالت میکرد که باید به او ایمان آورده میشد، اما مخالف مقتضای اینمی نشانه ها، مخالف مقتضای اینمی معجزه ها فرعون عمل کرد. فاستکبروا، فرعون تکبر کرد. خود کلمه فاستکبروا بیانگر از است که فرعون از منطق کار نگرفت، فرعون از راه مشروع کار نگرفت، از عناد و از تکبر کار گرفت. ورنه کاملا دلایلی که حضرت موسی با خود داشت بیانگر نبوت او بود. قسمی که در مسابقه عصایش تمام ساحرا به شکست مواجه شد، ساحرانی که فرعون آورده بود که تا توسط اون ساحران حضرت موسی را شکست بدهد، در نتیجه ساحران همه شکست خوردند و ایمان آوردند، اما فرعون ایمان نیاورد. پس ثابت شد که تکبر کرده، یعنی راهی مشروع برش باقی نمانده بود، راهی منطقی با رد کردن حضرت موسی اصلا وجود نداشت. کاملا که منطقی فکر میکرد حق بودن حضرت موسی، رسالت حضرت موسی و هارون کاملا ثابت شده بود. اما قرآن چی میفرماید؟ فاستکبروا، چشم پد گرفت و تکبر کرد. قسمی که حضرت آدم علی نبینا علیه السلام را خدا یکتا پیدا کرد، به ملائکه گفت سجده کن و ابلیس سجده نکرد، تکبر کرد. اونجا اون هم از منطق کار نگرفت. اگر از منطق کار میگرفت
حضرت آدم نادیده میگرفت، امر باید در نظر میگرفت که امر از کیست؟ امر از خداست، خدایی که ترا آفریده باید دیگه بدون چون و چرا و بدون استدلال باید ابلیس سجده میکرد، اما تکبر کرد. فرعونم چی کرد؟ تکبر کرد. دلائلی واضح برای اثبات نبوت حضرت موسی ارائه کرد مگر منطق را نپذیرفت. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پس تکبر کردند و بودند مردمان گناهکار. فرعون و فرعونیان، فرعون و سرداران و وزرای فرعون تکبر کردند، بودند مردمان مجرم، مردمان گناهکار بودند. الله می فرماید فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، وقتی که رسید به آنان سخن حق از نزد ما، قالوا ان هذا لسحر مبين، فرعون و فرعونیان گفتند این سحر آشکار است. دیگر دلیلی پیدا نکردند، دیگر بهانه‌ای برشان وجود نداشت بجز از اینکه یک حرف بزنن خدا بکشن. گفتن این یک سحر آشکار است. ورنه ساحرها گفتند، ساحران فرعون گفتند که این سحر نیست. اگر علم سحر ما می دانیم، اگر ما ساحر هستیم، ای فرعون اگر ما را آوردی که در برابر موسی ما برزمیم، ما برد میگیم که سحر نیست. چرا؟ خود ساحرا ایمان آوردند، خود ساحران سر به سجده انداختن و افتادن و ایمان آوردند. اگر قضیه ایمی بود که گمان سحر برده می شد، ساحرها هیچگاه ایمان نمی آوردند، می گفتن این سحر نیست، این سحر است. اما ساحران درک کردند که این معجزه است. فرعون که علم سحرم نداشته بود بی بهره ماند، چه گفت؟ إن هذا لسحر مبين، فرعون و سرداران گمراه فرعون گفتند این سحر آشکار است. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، گفت موسی علی نبینا، آیا سخن درست را که به سوی شما آمده شما سحر می نامین؟ تأسف به حال شما، سخن حق که به شما آمده شما او را سحر می گین. اسحر هذا، سحر می پندارید؟ این خیلی تأسف بار است، افسوس به حال شما قوم نادان، قوم جاهل، سرکش. قرآن چی می فرماید؟ ولا يفلح الساحرون، رستگار نمی شوند ساحران. فرعون که تو معتقد استی که عصای حضرت موسی سحر است، تأسف به حال ترواری یک پادشاه، تأسف به حال ترواری یک زعیم، تأسف به حال ترواری یک رهبر که با اثبات نبوت حضرت موسی دلائل پیش می کند، معجزه پیش می کند، تو معجزه و او سخن حق را سحر می نامید. مگر ولا یفلح الساحرون، اگر موسی کامیاب شد بدان که سحر نیست. چرا که ولا یفلح الساحرون، ساحران رستگار نمی شوند. قالوا اجئتنا لتلفتنا، گفتند فرعونیان که تو آمدی که برگردانی ما را، اما وجدنا علی آباءنا، از راهی که ما پدران خود را در اون راه پیدا کرده بودیم، و تکون لکم الکبریاء فی الارض، تو میخوای پادشاهی از آن تو باشد در زمین، و ما نحن لکما بمؤمنین، ای موسی، ای هارون، ما به شما ایمان نمیاریم. و قال فرعون چی گفت؟ ایتونی بی کل ساحر علیم، جمع کنین ساحرای دانشمند بیاورین،
بیاورین پیش من ساحران دانا را. فلما جاء السحرتو، وقتی که آمد ساحرا به نزد فرعون، قال لهم موسا، حضرت موسا گفت القوا ما انتم ملقون، بندازین آنچه را که می اندازین. مسابقه آغاز شد، حضرت موسا گفت بندازین. فلما القوا قال موسا ما جئتم به السحر، وقتی که انداختند آنچه که با خود آورده بودند از ریسمان ها و چوب ها انداختند، موسی علی نبینا گفت آنچه شما آوردید سحر است. ما جئتم به سحر، آنچه که شما با خود آوردین سحر است. این الله سیبطلو، به تحقیق خدا زود اسکور باطلو از بین ببرد. چرا؟ این الله لا یصلح عمل المفسدین، اصول خداست که خدای یکتا به صلاح نمی آورد کار مفسدان را، یعنی مفسدان را کارش نتیجه نمی دهد. و یحق الله الحق، ثابت خواهد کرد خدا حق را، بکلماته، به حکم خودش، ولو کره المجرمون، اگر ناگوار بدانن گناهکاران. به تکذیب شما حق از بین نمی رود، حق ثابت می شود و باطل از بین می رود. برادران و خواهران گرامی، این بود برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.